شما با پروگرام دری رادیوی اسپیس هستید گزارشات عالی را در اسپیس دات دری پیدا کنید با عرض سلام من صاحب شکب شما را با شنیدن مهمترین اخبار امروز 25 ماهی جولای سال 2024 دعوت می لیندا برنی وزیر امور بومیان استرالیا و برندن اوکانر وزیر مهارت و آموزش استعفایشان از کابینه فدرالی را اعلان کرده و این باعث خواهد شد که تغییرات و تبدیلات در کابینه به وجود بیاید. خانم برنی اولین زن بومی بود که به نمایندگی در مجلس نمایندگان نیو ساوت ویلز و بعد در مجلس نمایندگان پارلمان فدرالی انتخاب شد. لیندا برنی و برندن اوکانر هر دو تا انتخابات فدرالی بعدی در پارلمان باقی خواهند ماند و تغییرات در کابینه روز یک شنبه اعلان خواهد شد. در حالی که تقاضاها برای استقرار صلح در شرق میانه افزایش یافته، استرالیا شهرک نشینان اسرائیلی درگیر در حمله به فلسطینی ها و کشتار آنها را تحریم کرده است. هفت اسرائیلی به دلیل مشارکت در خشونت های نشینان در کناره غربی با ممنوعیت سفر و تحریم های مالی مواجه شدند. در یک بیانیه نشر شده از دفتر پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا آمده است که این افراد به حوادث لط کوب، تجاوز جنسی و شکنجه فلسطینی ها مرتبط بوده و باعث جراحت و مرک شدند. رهبران حکومت و صنعت در نمایشگاه هوایی فارنبرو گرد هم آمده تا درباره طرح ایالات متحده برای کاهش محدودیت های انتقال تجهیزات و تکنولوژی نظامی به بریتانیا و استرالیا گفتگو کنند. هدف این اقدام تقویت پیمان امنیتی آکس است که در سال 2021 برای مقابله با نفوذ فضاینده چین بین این سه کشور ایجاد شد. این پیمان که شامل یک طرح 368 میلیارد دلاری برای استرالیا به خاطر دستیابی به زیر دریایی های هستوی است، تلاش می همکاری بین صنایع این سه کشور را بهبود بخشد. بنیامین نتانیاهو صدر اسرائیل در سخنرانی در کانگریس امریکا تعهد کرد که علیه حماس به پیروزی کامل خواهد رسید و امریکایی های منتقد درگیری نظامی اسرائیل در غزه را تقبیح کرد. بسیاری از دموکراتها سخنرانی او را تحریم کرده و این سخنرانی با اعتراضات از جانب کسان مواجه شد که خواستار پایان دادن به این درگیری و بحران انسانی ناشی از آن هستند. سخنرانی آقای نتانیاهو با وجود امید پیشرفت در مذاکرات در مورد آتش بس و رهایی گروگانان اسرائیلی نشانه های زیادی از این را که این سفر او ممکن نایل به این امید را تقویت کند، فراهم نکرد. طالبان می که در دو سال گذشته از چاپ و توزیع در حدود 150 جلد کتاب جلوگیری کرده اند. عبدالعالیم زانواک مفتیزاده، رئیس انتشارات بیحقی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با تلو نیوز گفت این کتابها قابل نشر نبودند چون، یا خلاف تعلیمات دینی بودند و یا هم از خارج آمده و تاثیرات اشغال امریکایی ها را داشتند او گفت کتاب هایی که چاپ می شوند باید مطابق با پلیسی نظام باشند و مخالف اساسات فرهنگی ما نباشند جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید کنارگیریش از انتخابات آینده و حمایت از معاون او کاملا هرس بهترین را برای متحد ساختن کشور بوده است. آقای بایدن در یک سخنرانی گفت شایستگی انتخاب مجدد را به دست آورده است اما نمی خواهد اجازه دهد که جا طلبی شخصی او مانع نجات دموکراسی شود. این رئیس جمهوری 81 ساله پس از اجرای یک مناظره فاجعه بار در ماه جون در مقابل دانالد ترامپ رئیس جمهور سابق هفته ها در برابر فشار دموکرات ها برای کنارگیری مقاومت کرد. این بود خلاصه ای از مهمترین اخبار از برنامه دری اس بی اس آدیو. شما می توانید گزارش های بیشتر درباره موضوعات گوناگون گون را در وبسایت ما به آدرس sbscomau دری بشنوید و بخوانید میخواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ به این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید